آیا یک چنین حرکت هایی میتونه که مقابله بر علیه تفکر جهل باشه یا افرادگرایی باشه؟ بسیار یک سوال عالی پرسان کردین. من فکر میکنم که سوال اصلی رو شما پرسان کردین. بله میتونه، به خاطر از اینکه مردم ما چه در افغانستان چه خارج از افغانستان به او فهم و شعور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رسیدن که بین خوب و بد تشخیص قائل شوند. امروز که ما همگی مردم فرا خواندیم تا به پا استاد شوند و نه به تروریسم، نه به افرادگرایی بگویند، نه به خشونت بگویند. آیا امی تحسن ها میتونه فشار بیاره سر دولت؟ 100%، 100%. این تحسنی که ما امروز یا امی گرده همایی که ما امروز برگزار کردیم پری روز به عنوان تظاهرات در وین انجام شد و همچنان در سویدن و امروز همزمان کاری را که ما کردیم در سه شهر آلمان، مینشن، کل، هامبورگ برگزار شد و خارج از آلمان، نروژ، هلند و دیگر کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، امریکا، حتی جنوب آفریقا هم نوا شدند با ما و همین روز، همین ساعت کلگی به خیابان‌ها ریختیم و انزجار و نفرت خود از افرادگرایی نشان دادیم. آیا این گردمایی ملی نشانه وحدت ملی است یا اینکه یک حادثه باعث این وحدت شده از نظر شما؟ به نظر من این که حادثه باعث از این شده باشه مطمئن نیستم، ولی همونطور که در ابتدای صحبت ها گفتم مردم ما با او درایت فرهنگی و سیاسی رسیدن که بین خوب و بد تشخیص بدن و ما رفته رفته به سوی واقعا دموکراسی و وحدت ملی میریم که همونطور که میبینیم اقوام بین یکدیگه مشکل ندارن. جامعه مدنی افغانستان و خارج از افغانستان در صورتی که متحد با هم باشن و در یک کلام اتحاد خود را حفظ بکنن قطعا میتونن تغییرات بسیار جدی را در افغانستان ایجاد بکنن، یک موجی را ایجاد بکنن که دیگران به حمایت از اینها و پشتیبانی از اینها، حتی سیاسیون، حتی اعضای احزاب سیاسی دیگر حمایت خود را اعلام بکنن و جامعه مدنی را حمایت بکنن. اما متاسفانه در جامعه که ما در حال حاضر زندگی میکنیم بعد از گذشت تقریبا 14 سال که افغانستان دارای یک ثبات نسبی شده، هم به لحاظ دموکراسی هم به لحاظ امنیتی دچار یک ثبات نسبی شده و جامعه مدنی ما هم همه قدر نوپا هست. دقیقاً فکر بکنین که شما از یک کودک 14 ساله چقدر میتونین توقع داشته باشین. آدم میتونه خوشبین باشه که ما در راه راست روان هستیم با توجه به فعالیت های مدنی. بله، و ما متوجه شدم که این تمام حرکات یا به هم رساندن اکثرا از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته. نقش شبکه‌های اجتماعی واقعا چقدر میتونه موثر باشه؟ دقیقاً موجی که شبکه‌های اجتماعی ایجاد میکنه در رساندن صدا، حالا او صدا عدالت باشه یا افراد باشه، در هر دو صورت تاثیر خود را داره و تکنولوژی رو به پیشرفت است و ما با جامعه سخن میگیم که دو سومش جوان ها تشکیل میتن، جامعه افغانستان که بالای 16 سال هستن و هر کسی دسترسی به اینترنت داره، تلفن داره و خیلی راحت میتونه ابراز نظر بکنه و یا از نظرات دیگران آگاه شود. مبنی بر این به عنوان یک ابزار برای قدرت میتونه هم منفی هم مثبت استفاده شود. از رسانه‌های مجازی هم میشه همین رقم یاد کرد.